با سلام و درود، خسته نباشید خدمت شما یاران گرامی. دوستان عزیز، حاج والک هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستید. دوستان، میدونین که رفع تحریم های اینترنتی آمریکا یک موضوعی که اخیرا ترند شده و راجبش صحبت کردن و میخوام اینو بهتون توضیح بدم که قضیه چه تاثیری روی من و توی کاربر ایرانی. اصلا کاربر رو ولش کن، من و توی گیمر رو ولش کن، من و توی وووز چه تأثیری روش میذاره، به دردون میخوره، داستان چیه؟ با من همراه باشید. این ویدیو لایک کنید و کامنت بذارید و سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. پس بریم. چی میگه تجارت نیوز؟ یه سایت بسیار مهم و دولتی، اخبار ارزا از دیجیتال و بورس، خودرو، مسکن، خیلی چیزها رو توضیح میده و بررسی میکنه و ما میخوایم این خبر مهم بخونیم به گزارش تجارت نیوز و راجبش هم صحبت میکنه. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای معافیت‌های اینترنتی کاربران ایرانی از تحریم‌های آمریکا را تشریح کرد. تغییرات کلیدی در مجوزهای دولت پیشین موسوم به مجوزهای عمومی شماره 1 ایران، بهش میگن جنرال لایسنس D/1 و فلان فلان فلان. دو خط اولش میگه چی میگه؟ داره میگه مثلا مهر ماه 1401 و قبلش هم سال 92 یه سری تحریم‌های اینترنتی و دولت آمریکا برای ایران انجام داد. کمپانی های بسیار قدرتمند، مایکروسافت، اپل، متا، نمیدونم، خیلی کمپانی های زیادی، آمازون و کلی کمپانی های تکنولوژی باید این تحریم ها رو انجام میدادن، یعنی خدمات ارائه ندن. مثال بزنم، مثلا شرکت گوگل، یوتیوب مال گوگله. نه تنها شما حالا اون قضیه مثلا پیپال و قضیه مثلا اینکه نمیتونی ورفای بکنی یوتیوب، یه قضیه در واقع جهانی برای ایرانه که متاسفانه اقتصاد ایران اینجوریه، بانکی و مالیه، اون کاری نداره. ولی مثلا تا یه مدت یوتیوب شما سابتون رو میپرون اگر از ایران انجام میدادید، متوجه میشد، لایکتون رو میپرون، خب شما ایرانی ها رو ربات حساب میکرد. با این اتفاقاتی که وزارت خزانه داری آمریکا میخواد معافیت بده به بسیاری از شرکت ها، مسئله اینه که دیگه شما ربات حساب نمیکنه، شما رو فرد حقیقی از ایران حساب میکنه. حالا شاید تو نتونی همچنان ورفای بکنی، مشکلاتی که تو ایران وجود داره هست، ولی تا خیلی از مسائل قرار به دردمون بخوره. میخوام یه سری چیاشو بخونیم. با مجوزهای تازه نه تنها دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای ارتباطی، نرم افزارهای تماس ویدئویی، ناگهان یه سری از نرم افزارهای ویدئویی تو ایران فیلترن، ولی یه سری ها دسترسیشون به ایران محدوده، یعنی مثلا اجازه نمیدن ایران استفاده بکنه. ابزارهای ارتباطی یه سری ها هستن که اجازه نمیدن ایرانی استفاده بکنن. خدمات ابری، کلاود ها، جایی که بتونید آپلود بکنید، اینا رو میخوان آزاد بکنن که ایرانی ها بتونن استفاده کنن. نقشه های آنلاین، نمیدونم از گوگل مپ استفاده میکنید، ولی اینا تو ایران درست کار نمیکنه و قراره اینا کار بکنن. یعنی بر وب بازی های کامپیوتری که خیلی مهمه، بذار من بهت توضیح بدم. مثلا مثال اول ورلد آف وارکرافت خودمون رو میزنم. ورلد آف وارکرافت راستیتش آپلود میشه، یعنی سرورهاش، سرورهایی که بازی آنلاینه، آپای، حالا هر چیزی که هست، روی شرکت آمازونه، ابر کمپانی آمازونه. ابر کمپانی آمازون ایران رو تحریم کرده به خاطر آمریکا. آمریکا گفته ایران تحریم و برای همین ما مجبوریم
ما مجبوریم وی پی ان بزنیم که بریم تو ورلد آف وارکرافت. و این قضیه چه اتفاقی رخ میده؟ وقتی ابر کمپانی آمازون تحریم آمریکا رو کنسل میکنه به اجازه خود آمریکا، باعث میشه که شما میتونید وی پی ان بزنید کنار وارد بازی بشید. حالا این مسئله. ولی یه بازی، یک بازی، ما مثلا میگیم بازی X، بازی Y، کاری نداریم اسمش چیه. این بازی توی ایران فیلتر شد، خود ایران فیلترش کرده، اون یه چیز جداست، دست این تحریما نیستش، از داخل فیلتر شده. مثال بذار بهتون بگم، یوتیوب، اینستاگرام الان از داخل فیلتر شدن، تلگرام فیلتر شدن، از درون فیلتر شدن، ولی هیچ کاری نمیشه کرد. برای اینا همچنان باید وی پی ان بزنید، برای اینا باید هم کارو بکنید. ولی مثلا یوتیوب شما رو دیگه میشناسه. شما اگه یک روزی، اگه یه روزی اتفاق خوب واسه ایران بیفته، دیگه میتونید پیپال داشته باشید، ورفای بکنید دیگه، یعنی مجوز داده شده، آمادگیش هست. خیلی چیزاست. به مرور زمان شما میبینید مثلا وقتی به وی پی ان ها دسترسی به ایران میدن، برای ایرانی ها گجت ها، اپلیکیشن ها، دامنه استفاده از بسیار چیزای اورجینال بیشتر میشه. مثلا ویندوز کرکی لازم نیست بگیریم، ویندوزای اس، خیلی چیزا دامنش گسترش. لطفا برای من کامنت بذارید، مخصوصا اونایی که اطلاعاتشون بیشتره، چه چیزایی به نظرتون کاربرد داره برای ماها که وقتی این تحریما برداشته بشه چه تاثیرایی میتونه برامون بذاره. این کامنت رو حتما بذارید، من میخونم، برای اطلاعاتمون هم خوبه شما هم بخونید. ولی کلا برای گیم میخوام بهتون بگم، برای ماها موو بازا، برای ماها چیز خوبیه. مثلا بازی لیگ اف لژند که ایران تحریم کرده، دیگه اوکی میشه، میتونید بازی بکنید و خیلی چیزای شبیه این وجود داره و این کلا چیز خوبیه. حالا برای یوزر شخصی به کنار، برای کمپانی هم عالیه، کمپانی ها میتونن راه ارتباطی پیدا بکنن، یه سری شرکت ایرانی که بتونن ارتباطات بکنن، پیشرفت بکنن، یه سری چیزا وارد ایران بکنن. خلاصه اوورال جنرال چیز خوبیه، باید وایسیم تا تاثیرش رو ببینیم، یعنی باید وایسیم عملی بشه. حالا این دستور رو دادن که عملی بشه، آی هاف نو ایده، نمیدونم، ولی میدونم که وقتی دستور رو دادن مسلما میخوان کارش انجام بدن. برای من کامنت بذار، تو به من بگو که به نظرت کجاها ممکنه این تاثیر ما ببینیم، غیر از مسئله گیمینگ که توضیح دادم. برای من کامنت بذار، دوستت دارم. ایشالله که این رفع تحریما انجام بشه، ایشالله که از فیلترینگ در بیایم، راحت بشیم. دوستان خیلی واقعا سخت کانتنت کریتور، همه چیز فیلتره. دهن من یکی سرویس داره، تو رو نمیدونم، تو به عنوان مخاطب پس کامنت کن، قلب بذار، لایک کن، دوستت دارم و تا ویدیوی بعدی فاکینگ به درود.